بینندگانی عزیز برنامه در صحبت ادیب است منظور شما. این برنامه در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان، کتابخانه ملی تاجیکستان و مؤسسه دولتی تلویزیونی کودکان نورسان بهارستان برگزار می‌گردد. امروز مهمانی برنامه ما هستند نویسنده‌ای که در جاده ادبیات خدمت‌های بزرگ کردند، نویسنده‌ای که برای کودکان نورسان حکایت‌های رنگین می‌آفرند، استاد ظریف غلام. همچنین در برنامه ما حضور دارند یک گروه خوانندگان فعال شعبه کودکان نورسان کتابخانه ملی تاجیکستان که در مؤسسه های گوناگون شهر دوشنبه تحصیل می نمایند. پس بیایید مهمونی برنامه امروزمان را به محفل دعوت میکنیم. را بار دیگر به محفل امروزه ما خیر مقدم میگویم و اینجا یک گروه خوانندگان هستند که از اجودیت شما با خبر گشتند، حکایه های شما را مطالعه نمودند و یک چند سوال ها نیز آماده کردند که در رفت برنامه به هر یکی آن جواب های خود را خواهند گرفت. و اینک بینندگان عزیز بیوی توجه میکنیم به ترجمه حال مختصر استاد ظریف غلام. ظریف غلام 30 نویبر سال 1944 در دهه کنگورتوتی ناحیه کنگورت حالا ناحیه تیمور ملیک ولایت ختلان در اویله دهقان چشم به عالم کشوده است. ایام کودکی و جوانیش را در ناحیه کلخوزآباد حاضره ناحیه جلال الدین بلخی گذرانیده مکتب میانه را سال 1961 با موفقیت ختم نموده است. سال 1980 فکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را به اتمام رسانیده است. نامبرده از سال 1998 عضو اتفاق روزنامه‌نگاران تاجیکستان و از سال 2000 اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. بیشتر به ژانر دتکتیو مایل داشته، قصه و حکایه هایش با نام های پرواز سال 1998، حکم دل سال 2003، دعوت خون سال 2005، جادوگر سال 2006، باری کج در راه کج سال 2011، عصر خیانت سال 2012، خیانت سال 2015 و مجموعه قصه و حکایه هایش برای نورسان با نام مار سفید سال 2023 از چاپ برآمدند. ظریف غلام برای خدمت های پرارزشش در ساحه ادبیات با نشان سخن سرفراز گردیده است. چونه که میگویند خشتی اول گرنی حد میمور کچ تا به آخر میرود دیوار کچ. میگفتید که انا همون خشتی اولی که شما در جاده ایجادیات موندید از چی سر شد و چی باعث شد که شما به همین جاده رو آرید؟ تشکر. وقتی که من در سیم دهم میخوندم دیرکتوری مکتبمون سپارش دادن که هر خواننده باید 100 دونه خشت ریزد. چونکی من در دیه های کلان شدم، شروط دیه به خودتون معلوم، سیمخانه اونا می رسیدن، ما باید غش می رکنیم، باید کلخوز و ایوازی مهنت ما برای مکتب سیمخانه های نو میکشون. همین وقت یک موشنی سال پیش پبیده می بودن، آمده در نزد مکتب ایستاد. از اون دو نفر فرمودن و نزد ما آمدن که ما کار کرده شدیم، پرسیدن که دیرکتور عبدالعزیز، سعدالله عبدالعزیز کجا هست؟ من گفتم که کس برایان رفتن. پرسیدن که شما از کجا میدانید؟ من گفتم که شبانه من حجت هایی که برای ختم کردگان سینف دهم نامه کمال میارن، تیار کردن، برای نامه کمال گرفتن رفتن. ای افسوس گفتن. خیر اگر آمد بید که پلوت آمد، پلوت تولیس آمد. بعد من پرسیدم که شما پلوت تولیس؟ بله. من از کجا میدونید؟ من گفتم حکایه شما رو خوندگیم. تیسه توبیسونتون رو خوندم. حکایه لوله چینی رو خوندم. مجموع حکایه ده سالتون رو خوندم. و بسیار به حد خورسند شد. تصورم نمیکرد که در یک دهه خیلی دور همین خیلی خواننده بود است که از ایجادات پلوت تولیس خبردار بود است. بعد پرسیدم که اگر اجازت باشد من یک سوال تیم. اما رحمت گفتم که چرا در باره نورسان وادی هست یک چیز نمی نویسید؟ چون که ما بچه ها در سین سال شما علاقه ساعت 6 در پخته بودیم. تصور کنید که از 15 سپتامبر تا 15 دکمبر ما پخته می چیندیم. از ساعت 6 تا ساعت 10 بیگویی ما
و شبونه کره کشکه میکردیم. این یک مهنت، یک زحمتی بسیار مشکل بود. و بالای این ما باید هر روز، هر شب درسمون رو تیار میکردیم که پیش معلمات شرمنده نشویم. بعد گفت که به حد سوال عجایب. من این رو در ریاست اتفاق نویسندگان میگذارم این مسئله رو. بعد پرسیدن که چرا خودت حکایه نمی نویسی؟ من گفتم حالا من کجا حکایه نویسید شما؟ همین دستشون رو پلو تولیس در اینجا ایستادن. بالای سرم موندن و گفتن که وقتی که قلم به دست میگیرید هیچ وقت نترسید. اگر همین ترسیدید یک اون چیز از دستتون نمی بیاد. یک سال مهلت. یک حکایه می نویسید، آورده من نشون می دید، من سردبیری مجله شرق سرخ، وزیر صدوی شرق. انا همونجا تحریر میکنیم، بعد بچه ها می سپاریم. انا می خیلی با هدایت نویسنده پلوت تولیز، من با همین روح اجودیت رفتم. اگر تصور کنید که در دیها، شرایط شما بینید چه خیلی ناز، این کتاب خانه ها، این و همه وسایل تکنیکی، این قصری بشکوهی که با هدایت سرور دولت برای شما ساخته شد. اگر در دیگه چی هست؟ دو کتابخانه یک کتابخانه مکتبی هست، یک کتابخانه جماعت. کتابخانه مکتبی یک اوقدر کتاب بسیار هم نداشت که ما تیز خونده تمام کردیم. کتابخانه جماعت هم وقت محکم بود. من شبانه میخوندم و بعد یه وقت یک کتاب دستم به افتید. حاضر اکو فکر میکنم که یک کتاب انسیکلوپیده بود. در اونجا صورتوی خوردکک شرح حال روز ماه تولد روز ماه وفات بعد چیکار کردگی الان در ذهن کودکی من مون که منم باید الان خیلی شوم که منم باید در کتاب افتم رسم باشد ترجمه حالم باشد الان همین عقیده قدی همین اندیشه قدی من خودم را تیار کردم و اون وقتی که پلو تولیس نصیحت کرد گفت قلم وقتی که گرفتید نترسید این برای من یک دوی فاتحه خیلی نیک بود و همین واسه ما با ادبیات وارد شدیم. شما بغیر از اونه که نویسنده هستید حکایه ایجاد میکنید و غیر از این حقوق شناس نیست هستید و اینجا میخواستیم درباره حقوق های کودک و نورسان یک چند سخن ها گفته باشه. وقتی که در دیها زندگی میکنید همه وقت هر گونه مسئله ها و مشکلی ها پیش میبیاد و سر همون مشکل و فکر میکنید، اندیشه میکنید که روحی خلاصی، روحی حلی همین مشکلات رو بیافتن در کار. از خوردی به ارزو میکردم وقتی که بعدی سالهای شستم، اثرهای مجرهای پیدا شدن، کینوهایی که در باره فعالیت مقامات فوری جسوجی پیدا شدن، کینوهایی که در باره حفظ حقوق انسان پیدا شدن، من رو هدایت کردن که به فکولته داخل شدم. و از سال 75 من به فکولته داخل شدم، شعبه روزانه امتیاز بردم، 5 سال خوندم، سال 80 سال المپیاده ای که در مسکه شدگی بود تمام کردم و در حال همون پس از خدم و وزارت عدلیه به کار فرستادن. وزارت عدلیه من رو بروی باغ مرکزی سادگی بود، همینجا کار کردم. برای اون با مقامات حقوق در آمدم که و من پیش از اینها مسئله های حقوقی در کار بود که من اونها رو تصویر سازم، من اونها رو روی ورق میارم. بعد با مقامات سودی هم خیلی است که پس از همه تفتیشات کارهای جنایتی نقطه آخر رو سود میموند، سود فکرش بیان میکند، حکم میبرد که حلومه قبول میکند و پس از اون شما پرونده رو میگیرید، فرق میزنید، به حالت کارشناس میشید و یک حادثه تیار برای نویسن اثر به میان میاد. خلاصه وظیفه حقوقشناس خیلی مشکل است، خیلی مسئولیت شناس است. از شما طلب میکنه که دانش بلند دوستانتون در کار و همه وقت به سوال ها با مراجعت شهروندان جواب یافته توانستنتون در کار. برای این دانش عمیق، دانش توان دوستانتون لازم. این
تازه خوانندگانی ما میخواند هر چی زودتر به سوال های خیش جواب گیرند و بیای توجه میکنیم به سوال خوانندگان. مرحمت. معلم عزیز، من همین کتاب های شما رو خوندم و از یک کتاب شما اسیان نظیر رو خوندم. این کتاب خیلی با من پسند آمد. من از شما یک سوال دارم. شما رو چی بودار کرد که همین کتاب رو نویسید؟ من مکتب یونر سال 1961 تموم کردم. همون سال نویسنده معروف همون صوتی ملوزاده رسمشون در اونجا هست و دیهای ما اومدن. همون وقت در مطبوعات همین خیلی فکر پیدا شد که استاد برای شروع شماسی کتاب نویسنین، رمان نویسنین. و در تصوراتی نویسنده چونی بودم که یکی از اشتراکچان فعال شورش در همون دیهای ما زندگی میکند. وقتی که با صوتی ملوزاده با اون کس باخری کرده صحبت میکنند، معلوم شد که باید تماما در دیگر شورش اشتراک کردم است. باید این شورش سال 1916 در دهه بلجوان شده گذشتگی بود است. برای اشتراک فعالنش 40 دوره در پشت زدگی بودند. صوتی ملوزاده همون صورت پشتی اشتراکچی فعال شورش صورت میگیرند. و خودی رسمی اشتراکچی فعال عبدالکریم اکیموف گرفته در موزه کشورشناسی تاریخ کشورشناسی اویخته بودند در پهلوی صدرفتر ادبیات معاصر توجیک تدین عینی. تو وقتی کوچیدن اثرخانه این صورت بود. بعد ما فهمیدیم که عبدالکریم حکیموف یک از اشتراکچیان فعال شورش سال 1916 بود است. از دیهای خلوصفیان روباری میکرد است و آنها حتی قلعه بیک رو در محاصره گرفته بودند، یکی از محبوس قلعه را آزاد کرده بودند، در این مبارزه اونها شکست خورده بودند و خود روبر شورش در پشت 100 دره زدگی بودند، در پشت این 40 دره زدگی بودند. از ضرب همون ضربه های دره نظیر پهلوان سال 1923 وفات میکنند. لیکن این اشتراکچی فعال عبدالکریم حکیموف سال 1975 وفات کردند. بعدا اکادمی احرار مختارف در اساسی خلاصه های دو خادم اینستیتوت زبان ادبیات به نام ابوعبدالله رودکی اکادمی علم های جمهوری که سال 1964 در دیهای گرد اطراف شهر نورک درباره لهجوی لهجه کشفیات علمی می بردن نمینا و خطی میر سعیدو، آنها بی واسطه با اشتراکچیان همین شوری رو می خورند. در اساس انامین بیانات همین شاهدان حقیقی حادثه احرار مختار یک مقاله علمی نویسند که در اخبار علمی اکادمی علم ها سال 1967 چاپ شده بود. آن همین مواد ها را ما جمع کردیم با فرزندان شورشگران، با خود شورشگران با خورده همین کتاب تاریخی اسیان نظیر را نوشتیم. سوال های ما ادامه دارد و مرحمت خواننده نوبتی. معلم عزیز، می گفتید که در سمت ایجاد شما شاگردان داشتید؟ هر یک استاد، هر یک ادیب حرکت میکند که در وقتی فعالیتش یک شاگرد پیدا کند، چون که وظیفه اساسی استاد از این عبارت است که پیوسته چی کند. شاگردی من عبدالجبار عبدالرحیم زاده، خیلی یک انسان دانشمند، چندین مرتبه مدیر معارف رایان های جلالدین بلخی، دوستی و قریبی رودکی بودند. آنها شعر هم می‌نویسند و قریب یک کتاب نویسند. من از فعالیت ایجادی این شاگردم بهت خرسندم. اما وقت حرکت میکنم که اثرهای خوب ایجاد کند. شعرهاش رو حالا حرکت داریم که یک مجموعه کرده منظور خوانندگان گردانیم. مرحمت، باز کی سوال دارد؟ معلم عزیز، شما در کدام موری ناراضی میشوید؟ اصلا همه ادیب اخیرشون ناراضی هستن. فکر میکنم که همین اثر ما مینویسم یک اثری بسیار جالب میبرد. بعدتر میشنم فکر میکنم که نه، ولی من اون اثر بهتر نمه ولی ننویسم. همه ادیبون همین خیل هستن. ولی فکر میکنم که من هم از فعالیت خودم ناراضی هستم برای که اثر بهتری نه ولی من ننویسم. گرچنده که شماره اثرهای من از 25 عدد زیاد شده است، لیکن به هر حال کوشش کرده استم که با خواننده حرکت کردن در کار که چیزی نو، جالب، شوق‌آور
پیشنهاد کردن در کار تا اینکه خواننده از خودی نویسنده بشود، قانع گردد. هر کی به استاد کرد آغازی کار، کاری باری او ندارد اعتبار. می گفتید که در جاده نویسندگی شما کی را استادی خیش می دانید؟ تصور کنید که مکتب دیها. ولی من برای شما را تبریک کردم که در این گونه شرایط که دولت صاحب اسکول تاجیکستان برای شما این شرایط فراهم آورده است. اکنون ما در خانه‌چوی تنگی به پل گیلین خونده ایستادیم. ما در وقتی که صنف هفتم میخوندم یک معلم از وادی زرافشان معلم زبان ادبیات تعیین شدم. اون کس یک روز گفتن بچه ها من همین همصنفتون در آینده نویسنده میشم. همه حیران شدیم. حالا تصور کنید که در صنف هفتم این خیلی کلمه را صرفم نمیرید. بچه ها سوال دادن که با کدام خصلتش ظریف نویسنده میشد. معلم جواب دادن که در همین ظریف دو خصلت است. کنجکاو و مشاهده کار است. نویسنده باید کنجکاو باشد. مشاهده کار باشد. همه وقت حرکت کند که حادثه واقع در خاطر گیرد. و همه وقت خوش میکند که همروی وقتی که هم صحبت میشید با دقت گوش کند. و آن رو در خاطر گیرد. انا همون سخن معلم دیر در خاطرم آمد که حقیقتا معلم آینده من رو معین کرده بود است و همین خصلت ها، خصلت هایی که کنجکاوی و مشاهده کاری باعث آن گردید که من همون هر یک حادثه و واقع رویدادها رو در خاطر می گیرتم بعد از اون شبانه روی دفتر روی ورق می آوردم پس از اون چاپ کرده و منظور شما می گردندم. برای همین از همه شما همین خیلی خواهش که در زندگی، در حیات مشاهده کار شدن در کار، کنجکاو شدن در کار، حرکت کردن در کار که از کلان سالان، از آدمانی روزگار دیده، حدیث های بهترین، واقع بهترین رو شنیدن در کار. شنیدن هم یک خصلت بسیار خوب است. برای که بچه های بعضا میبینن طاقتی وای ندارن، هم حرکت میکنن که حیاتشون با بازی ها گذارونن، با کامپیوتر گذارونن، با تلفن گذارونن. لیکن خصلت این هستان در اون که باید گوش کردن است در کار و در خاطر گرفتن در کار که بعدتر اون رو در روی ورق آوردن در کار. برای این دانش در کار، برای این استعداد در کار. از شما طلب میکند که دانش با قوت و زحمت زیاد لازم که در روی ورق اون رو تصویر کنید بعد به خوانندگان پیشنهاد نمایید. پس شما کی را استادی خیش میدانید؟ سال 1964 روشن یار محمد به روزنامه حقیقت کلخزان بود همچون کاتب مسئول آمد. اگر تصور کنید که حاضر شما هم به فکرم که کلانتر شدید اول حرکت میکنید که شعر نویسید. من هم خیلی چی داشتم خصلت. شعر یک دفتر شعر پور کرده بردم. من سی روشن یار محمد دادم. بعد یک هفته بعد رفته دیدم که همه دفتر من همه خیلی خط زدگی همه خیلی اصلاح کردگی در حیرت موندم. بعد روشن یار محمد گفت که ظریف جان شما خودتون رو به نثر زنید. الان همه وقت سخن استادم به یادم آمد که در سیمی هفته من گفته بود که نویسنده میشن. اول حقیقتا قهرم کرد چخیر چون که تاثیر میرزا تولستوی همین خیلی بود که قریب همه بچه ها شعر می نویسند. چون که میرزا تورسنده گفته بودن که کمی تاجیک رو به شعر برداشتن. بنابراین حال شما با کلانتر شدید و فکر کنید که از همین چی سر میکنید. بعد این چیزی بچگی همین خیلی است که حرکت میدید که یک دخترچه به شعر نویسید یا درباره معلم شعر نویسید. بعد خیلی که قرارم پس شد و با فکری و گفته های و اندیشه کردم یک مایده یک لوحچه نویسم. بردم گفت انا این دیگر که همین لوحچه یک دربچه شد برای من با ادبیات در آمدن و لوحچه چوب شد. اگر تصور کنید یکم چیزتون در مطبوع چوب میشد شما خودتون رو چه خیلی اسم میکنید. من خبر کردم که من در آسمان همچون پرنده پرواز دارم. در نظرم اومد که تمام این مردم همین لوحچه ما رو خوند است. همین خیلی یک احساساتی خورسندی بخش در قلبم جور شده که من همین خیلی یک لوحچه قطعی پرواز دارم. همین اساس شده روشن یار محمد همون در وقتی کورش
محفل ادبی تشکیل کرد. در همون محفل 8 نفر جوانان جمع کرد از جمله من. از همین محفل باور میکند که 3 نویسنده برآمدیم. خودش روشن یور محمد که بعدتر معاون رئیس اتفاق نویسندگان شد، بعد اش محمد دونخونوف که وایم خیلی نویسنده و قوت هست از ازبک زبان ها و من. تصور کنید از بین همین 8 نفر 3 کس برآمدیم با هدایت، با نصیحت، با کوشش های روشن یور محمد. بنابراین اون سخنانی که پلو تولیز گفته بود در حقیقتا در وقتی با حیات وای کردن روشن یور محمد و من کمک خیلی کلان رسوند. تشکر زیاد. میخواهم دانم که شخص برای ایجادکاری واقعی گشتن باید چگونه خصال ها را داشته باشد؟ پیش از همه خاکسار شدن در کن، مهنت دوست شدن در کن، بعد کتاب دوست داشتن در کن، خوندن دوست داشتن در کن. شما تصور میکنید که وقتی که من اثر میافرم بسیار ایراد ها میشنم، چون که ما خوشنس ها در وقتی بحث ملادره من میگویم که همه اون چیزی که من تفسیر میکنم از دل می نویسم. لیکن خب اونجا هستن منقدایی که به هر جمله، به هر کلمه، به هر عباره ایراد میگیرن. برای همین توانایی، نوترسی، دلیری، شجاعت، متانت، پرصبری، از همه اساسی پرصبر شدن در کار. بعد بعضن جوان ها همین خیلی فکر میکنن که با یک اثر در حال وایو نویسنده شدن، با یک شعر در اونها ممدور شدن. با همین با هوا بلندی دوده نشوید، مغرور هیچ وقت نشوید، حرکت کنید که شما همون انسانی خاکسار، همون انسانی مهنت دود هستید. اگر همین عادت ها داشته باشید، من باوری دارم که از شما نویسنده و شاعر میبرید. تصور کنید که میرزا تورسونزاده چقدر اثرهای زیاد آفرید. صادق اولوزاده، صدرالدین عینی، استاد صدرالدین عینی 8 صندوق اثر دارد. 8 صندوق تصور کنید. این خدر پرکور نویسنده ما نداریم. این خیلی نویسنده پرکور. برای همین اگر تو زحمت نکشید، عذاب نکشید، شما هیچ کار کردن نمیتونید. هیچ یکم چیز موفق شدن نمیتونید. برای استوری، متانت، پرتوقت، این مهارت در کار برای ایجاد کردن. مرحمت، سوالی نوبتی. دوره کودکی اتون چگونه سپری شده است؟ من مادر کلانم کلان کرد. 6 سال مادر کلانم کلان کرد و تصور میکنم که همه اون چیزی که ار نویسنده خواست است من از مادر کلانم گرفتم. برای چی؟ برای که مادر کلانم بسیار شخص دانشمند بود. حکایه و افسانه های زیاد میگفت. انا همون وقتی که مرا همون در آغوش میگرفت و افسانه ها میگفت، هنو افسانه ها در خاطر من حضرم هست. مادر کلانم بسیار یک شخص دانشمند بود و پسرش را حتی برده در بخورا در مدرسه میموند. لیکن یک سال خونده پرتوسته میبیند، برای همین تا آخری عمرش پسرش را احترام نکرد. لیکن تمامی دانش و مهارت ویش به من بخشید. سال 1950 من و تقایم از دهه کنگرسود گرفته آورده برنامه نوحه جلالدین بلخی، ولی بسیار وقت میگن محله چپایم، همینجا آورده من. بعد خیلی من کلان شدم، قریب سینفای در شدم که بعد پدر پیدا شد. بعد من دانستم که صاحب پدر بودم. اینا برای چی میگم که بچه ها تو عذاب نکشید، تو زحمت نکشید و یکم چی موفق نمیگردید. من این را برای اون گفته شدم که همه شما پدر مادر دارید، این بسیار نعمت بزرگ انسانی است. پدر مادر شما حرکت میگه که از شما یک فرزندی قابل برای دانشمند برای در آینده برای وطن، برای خلق، برای ملت خدمت میکردگیش باشه. همین خصلت را مادر کلانم به من میبود. حتی نقل میکرد که وای واسه را دیده بود. وقتی میگرد که واسه را با دست بسته با امر امیر سپاری شده بود است که دیه با دیه گردانند. وقتی که از دیه گذاروندن ما دیدیم که وای چقدر یک جهان پهلوان
قامت بلند در اطرافش هشت سرباز همه با دستش با شمشیر به دست احاطه کرده گذراندند و نترسیده با خلق مراجعه کرد که نترسید با مقابل ظالمان برخیزید و بعد میدونیم که از اثر مشهور نویسنده معروف واسی صوتی مرزونده ما رو در شهر سعد به دور کشیدند آن همین چیزا را مادر کلان به من نقل میکرد که برای من یک زمینه میشد برای من یک واسطه تربیه میشد که خلق من حقیقتا با مقابل ظلم با مقابل استبداد مبارزه میبرده است از مادر کلانتون از بابایتون التماس کنید که با شما بیشتر قصه و حکایه و روایت ها نقل کنند که این برای تربیه شما به حد ضرور است آنه همون مجموعی که برای بچه ها شما نویستید انیقترش کتاب موری سفید من همچون یک خواننده خود نیز این رو مطالعه نمودم و برای چی محض همین خزنده رو شما استفاده بردید؟ برای چی محض موری سفید نام گرفت همین کتاب؟ حیات بچه های دهات عجایب است تصور کنید که ما چهار نفر اکا و دودر و اپا در خانه یک ویرانه زندگی داریم بعد شبانه بسیار وقت من خوابم نمی بود این شعرهای شعر رو باید می کردم یا که حادثه واقعی رو در سرم چخ می زندم بعد می دیدم که بالای همین نگسی خانه در یک مور سفید می گردم پگوی بعد از مادرم پرسیدم که بچه همین خیلی یک مور دیدم در هم باید نصیحت کرد که بچه هم مور سفید رو اینجا وقت نرسید از همه موری که بدکینه است این مور سفید است نرسید چخه نشد کردنش بعد موری سفید هم خصلت دارد که در خونه آدمون نیک میگردد و هیچ وقت با آدم سر کار ندارد بنابراین در اون جایی که موری سفید است دیگه مورها نمیگردند همین چیز در خاطر من موندگی بود همسرم روی چیزی کاریش شهر کلوب رفت و همونجا همین قصه موری سفید آورد همین یک ساکین یک دیه گوهش رو میجوشت است و برای که شیر ویرو نشد در شخ توت نویخت است در سلقنی با هر وقت یک پگوی بیند خورمه نیمش نیست حیران میشه فکر میکرد که کسی دوزید یا کسی نوشید و پایده میبیند که شبانه از تک توت یک موری سفید میبرید و همون چی میکنه و اول میخواد که مورا زده نابود کند و چی کند بعد یادش میاد که مادرش گفته بود که این وقت موری سفید نرست و همون زنان هر همون زن همون صاحب خونه هر بگوهی در نزد همون توت یک کاسه شیر میموند یک کاسه شیر میموند مور دیگه آمده همون شیر میخورد و باید نمیکرد بعد همین چیز برای اثر آفریدن موضوع پیدا شد ما همین چیز آفریدیم خب استاد بسیار خوب ما فهمیدیم که بیشتری حکایه های شما اساسی واقعی داشتن واقعی دارن اساس واقعی دارن بیایید سوال های نوبتی رو از خوانندگان میشنویم معلم عزیز می گفتید که وقت که 11 مارس سال 2019 به شما جایزه اتفاقی ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاوتی را دادن چگونه احساسات داشتید تصور کنید که 60 سال شما می نویسید اولین مقاله من سال 1959 چاپ شده بود خودی رئیس اتفاق نویسندگان یک رو در کوچه و خورد و پیشنهاد کن من گفتم که داوطلب بسیار است چه در کن خیلی اونجا گفت حیاتی و جوری حیاتی حکما با هم میتین پیشنهاد کنید خیلی بعد من پیشنهاد کردم سال 2019 11 مارس در همین تئاتر به نام لاوتی بخوری با ژورنالیستان شد وقت وزیر مدنیت جمهوری اورنبیک زاده بودن شمسدین اعلان کردن که ظریف غلام دو طلبی جایزه پذیرفته شد و به من همون شهادت دادن خیلی خوشحال شدم خب استاد شما همچون یک نویسنده یک شخصیتی نامدار کشوری همچون یک کارمند دولت آیدی پیشروی دولت در ساحه ادبیات ساحه معارف و انا همون
چاره‌های اندیشیده سروری دولتمون درباره نسل نوروز چه اندیشه‌ها دارید؟ تصور کنید بچه ها. شما چکل بچه های خوشبخت نید. شما نوروزونی دوره استقلالید. تصور کنید که برای شما تمام امکانات رو فراهم کرد. سروری دولتمون پیوسته زحمت کشید. هر گونه آزمون ها ایلون کردید. برای شما من آزم بینید مجله انباز میبرید، مجله چشمه میبرید، مجله استقبال میبرید، تلویزیونی شبکه تلویزیونی باورستان در خدمتتان هست، این گونه تالارهای زیبا، این گونه کتابخانه‌های زیاد در اختیارتان هست، برای شما همه چیز فراهم آورده شدگی است. این از اون گواهی میتید که ما حرکت کرده شدیم که با شما یک انسانهای صدیقی وطن تربیه بید. ما نویسنده ها حرکت کردیم چون اصلا نویسنده نیست که در باره نوروزون ننویسند. این انانه از ما از سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدید عینی مونده است. عینی با همه این سرکوریشون با وقت یفته برای شما برای خودترکان نویسته بود. این انانه را پلو تولی و ساتیم بلوزاده دوام دادن. همین انانه را ما حال حرکت داریم که دوام تیم و شما برای شما اثرهای جالب آفرین هست. برای شما انسانهای خوشبخت‌ترینید. چون که حیات حاضر شما رو با دوره کودکی خودم مقایسه میکنم از زمین تا آسمان فرق میکند. اون وقت ما عرض میکردم که در این خیلی کرسی میشینیم، تلویزیون میبینیم، کتاب ها در چیز، این خیلی بناهای با حشمت، این خیلی چیز رو. این حتی تصور هم نمیکردیم. لیکن این بخت بلند شما رو بینید که استقلالیت با شما همین خیلی چیز رو. سرور دولت تمامی اندیشه و زحمت و فکرت با ما روانه کردید که شما با کتاب رو بیارید. تقسیم کردن کتابی با بابا جان غفور بود. این گونه آزمونهایی که فرق سوپی دونایی. هر سال من در هفته عقبت پشگونه اشتراک میکنم. همه مکتب ها میرم، نصیحت میکنم، مسئلیت میتیم. بچه شما رو جلب میکنم که با کتاب رو آورید. کتاب این مخزن دانش است. چونکه همون تلفن و همین تلویزیون و همین چطور شخص دانشمند اختراع کرده است. شخص دانشمند حرکت کرده است که حیات زندگی ما را رنگ بار دیگر دهد، آسان کند، زیبا کند. برای همین این چیزهایی که به شما داده شده است قدر کنید، احترام کنید و حرکت کنید که اثبات کنید برای که در حیات فقط ایجاد میموند. تشکر زیاد استاد، در حقیقت هم درست قید کردید که اعلان گردیدن چنین آزمون ها از جانب سروری دولت و رئیس شهرمان در حقیقت هم بهره نسل نوروز یک تکان جدی بخشید. همه رو به کتاب آوردن این البته از پیشروی دولت و ملت ما نیز گواهی می‌دهد. و بیایید سوال های آخرین را از خوانندگان می‌شنویم. بگویید که از حکایه نویشتگیتان به شما چی الهام می‌بخشد؟ تشکر. سوال بسیار خوب. حیات خلق، حیات شما بچه ها، هر گویی که با شما وا میخوریم، هر گویی که با شما ملاقات میکنیم، این برای ما نویسنده یک الهام میتید. برای که چهره های خندون شما رو میبینم، نگاه های درخشان شما رو میبینم، این برای من فخر است، افتخار است. برای همین نویسنده اگر بی خواننده، بی شنونده، بی نویسنده نیست. باید هم وقت در بین خلق باشد، در بین شما باشد. شما به ما الهام میدید، ما را وظیفه دار میکنید و ما یک مسئولیت بزرگ حس میکنیم که اون چیزی که ننویسیم، اون چیزی که حالا ایجاد نکردیم حرکت کنیم که ایجاد کنیم. بنابراین نویسنده همه وقت از خلق الهام میگیرد، از خواننده الهام میگیرد. بنابراین همه وقت من در هفته ادبیات بچگانه فعال اشتراک میکنم. تصور کنید که تمام مکتب های گیرد در طول شهر می رویم و شما ما را با یک مهر، با یک صداقت پیشواز می کنید. این برای ما الهام است، این برای ما شان و شرف است و ما وظیفه دار هستیم که باز هم اثر خوبتر پرمضمون ایجاد کنیم برای شما. در برابر اینکه این خوانندگان خواننده هستند، اثرهای شما رو خواندن، همچنین اشتراکچیان آزمون هستند، ایجادکاران نوروز نیز هستند. خب در آخر برنامه به اونها چی توصیه ها، همچون یک راهبر، همچون یک راهنما، چی توصیه و مسئله دادن میخواهید؟ بیشتر خونیم.
رو به کتاب بیاریم. چونکی فقط دانشمند، شخص دانشمند توانا است. شعر فردوسی رو باید بیارید، شعر اردکی رو باید بیارید که توانا بود، هر کی دانا بود. توانای شما از دانش میگیرید، از کتاب میگیرید. تصور کنید که دشمن وقتی که هجوم میکرد به سرزمین ما، اول حرکت میکرد کتاب اون رو نیست کنند. لقمه آتش میکرد و آب میپرتد. چونکه خاطره انسان، خاطره خلق نابود کند. بنابراین با کتاب رو بیارید، کتاب رو دوست دارید. و در آن صورت شما حقیقتا انسان حقیقی دولتی تازه بنیادی صاحب استقلال تاجیکان میگردید. تشکر زیاد استاد، شما را بار دیگر به محفل خود خوش آمدید میگویم. و بینندگان عزیز، اینجا استاد یک دسته کتاب های تازه نشر خود را بهره خوانندگان که این کتاب موری سفید میباشد همچون تحفه آوردند و حاضر به خوانندگان فعال تقدیم میکنند. بینندگان عزیز، این بود محفل نوبتی در صحبت ادیب که در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان، کتابخانه ملی تاجیکستان و موسسه دولتی تلویزیون کودکان نورسان بهارستان برگزار گردید. مهمان امروزه ما بودند نویسنده استاد ظریف غلام. تا برنامه دیگر در برنامه در صحبت ادیب.